درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. در کتاب تثنیه باب 1 آیه 2 چنین آمده است: از کوه سینا تا قادش برنی از راه ادوم سفری 11 روزه است. هنگامی که مسیر حرکت قوم اسرائیل را به طرف سرزمین موعود نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این مسیر فقط 11 روز بوده است. ولی طبق کلام خدا می‌دانیم که این مسیر 11 روزه 40 سال طول کشید. از آیاتی مانند خروج 32:1 و خروج 16:3 و خروج 17:2 و 7 به ما میگویند این قوم منتخب خداوند در طول این مسیر دچار بت‌پرستی، شکایت، ناسپاسی و اعتراض و بی‌ایمانی بسیار شدند و تمامی این امور باعث شدند که 40 سال در بیابان سرگردان شده و بیشتر آنان نابود شدند. وقتی مردم دیدند که موسی مدت زیادی در کوه مانده و باز نگشته است، دور هارون جمع شدند و گفتند: ما نمیدانیم چه بر سر این موسی که ما را از مصر بیرون آورد آمده است. پس خدایی برای ما بساز تا ما را راهنمایی کند. و یا در خروج باب 16 آیه 3 و گفتند: ای کاش خداوند ما را در سرزمین مصر می‌کشت، زیرا در آنجا می‌توانستیم در کنار دیگ‌های گوشت بنشینیم و غذای سیری بخوریم، اما تو ما را به این بیابان آورده‌ای تا از گرسنگی بمیریم. و یا در خروج باب 17 آیات 2 و 7 پس با اعتراض به موسی گفتند: به ما آب بده تا بنوشیم. موسی اسم آن محل را مسا و مریبا گذاشت، زیرا بنی اسرائیل در آنجا اعتراض کرده و خداوند را امتحان نمودند، چون گفتند: آیا خداوند با ما هست یا نه؟ می‌بینیم که تمامی این اعتراضات باعث شد که آنها 40 سال در بیابان سرگردان شده و بیشتر آنان نابود شوند و تنها 2 نفر از نسل اول قوم به سرزمین موعود برسند، چنان که در کتاب اعداد باب 14 آیه 30 نوشته شده است: به غیر از کالی پسر یفنه و یوشع پسر نون، هیچ کدام ایشان به آن سرزمینی که به شما وعده دادم قدم نمی گذارد. این آیات کاملا به ما می آموزند که در طول مسیر زندگی خود چگونه می توانیم با بی ایمانی و ناسپاسی و بت‌پرستی از مسیر اصلی و مقصد نهایی خداوند دور شویم و خشم خدا را بر بیانگیزیم، چنان که در کتاب اعداد باب 14 آیات 26 و 29 می‌خوانیم. سپس خداوند به موسی و هارون فرمود: تا به کی این مردم شریر از من شکایت می‌کنند؟ من بارها شکایت این قوم را شنیدم. به آنها بگو خداوند به حیات خود قسم می‌خورد که همان بلا را که از آن می‌ترسیدند بر سرتان می‌آورم. من خداوند سخن گفتم. اجسادتان در این بیابان پوسیده می‌شوند. از تمام اشخاص 20 ساله و بالاتر 1 نفر هم زنده نمی‌ماند، چرا که از من شکایت کردند. ولی آیاتی مانند تثنیه باب 2 آیه 7 و خروج باب 16 آیه 12 و خروج 17 آیه 6 یک امر بسیار مهم را به ما یادآور می‌شوند که خداوند همواره همراه و پشتیبان قوم برگزیده خود است و هیچگاه ایشان را تنها نمی‌گذارد. خداوند خدایتان در تمام مدت 40 سالی که در این بیابان وسیع سرگردان بوده اید، در هر قدم مراقب شما بوده
از هر جهت به شما برکت داده است و به هیچ چیزی محتاج نبوده اید. من شکایت های بنی اسرائیل را شنیدم. به آنها بگو غروب ها گوشت و صبح ها نان به هر اندازه‌ای که بخواهند خواهند داشت، تا بدانند من خداوند خدای ایشان می باشم. من بر روی صخره‌ای در کوه سینا می ایستم. تو با عصایت به آن صخره بزن تا از آن صخره آب بیرون بیاید و مردم بنوشند. پس موسی در حضور تمام رهبران اسرائیل این کار را انجام داد. پس ما احساس امنیت و آرامش خواهیم کرد که با ایمان به او در همه حال خداوند با ماست، زیرا او امانوئیل است و هر روزه تا آخر زمان با ماست، زیرا او محبت است و به خاطر محبت پایدار خود از قوم خود حمایت کرده است. هر چند ما در شک و تردید قرار گیریم، باز هم او به سوی ما آمده و عشق و محبت خود را به ما نشان می دهد. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. رشدینو، برنامه ای برای تولدینو. خدا رو شکر وقتی که نگاه میکنیم در زندگی خودمون، شاید سالها ما سرگردان بودیم و شاید هنوز هم سرگردان باشیم بعضی از ماها، و هنوز هم حقیقتاً با این که حتی شاید بعضی از ماها سالهاست ایماندار هستیم، ولی دچار یک سری سردرگمی‌ها و ابهاماتی در قلبمون و در ذهنمون و در وجودمون هستیم. و این داستانی هست که خداوند این رو همجور که خوندین در کتاب تثنیه باب 1:2 به وضوح برای ما میگه. و ما اون قوم برگزیده خداوند هستیم و تک تک شماها قوم برگزیده خداوند هستید. و میگه قرار نبود که این همه ما سرگردان باشیم، بلکه فقط 11 روز قرار بود که به سرزمین موعود برسیم، ولی این 40 سال به طول کشید. و آیا هیچ وقت ما فکر کردیم که در زندگی خودمون چرا اینقدر سرگردانیم، چرا اینقدر بیقراریم، چرا اینقدر مشکل داریم، چرا اینقدر سختی در زندگی ما وجود داره؟ آیا هیچ وقت فکر کردیم که آیا ما هم مثل اون قومی که در بیابان بودن و قرار بود 11 روزه برسن به سرزمین موعود، به سرزمینی که اون رو سرزمین شهد و شکر مینامیدند؟ پس چرا اینقدر طول کشید؟ و خداوند این رو در کلام خودش خیلی واضح به ما نشون داد که بت‌پرستی، شکایت، شک، بی‌ایمانی، نق زدن، غر زدن و همه چیزهایی که ما وقتی در زندگی روزمره خودمون بهش نگاه میکنیم، به بعضی هاش میبینیم که در زندگی ما میرسیم. در زندگی خودمون میبینیم که خب بت‌پرستی، شاید بگیم خب من سنگی یا نمایی یا بتی رو نمیپرستم، ولی میخوام بگم که آیا دلبسته چیزی در دنیا نیستیم؟ اگر که ماشینمون ازمون گرفته بشه، خونمون ازمون گرفته بشه، فرزندمون ازمون گرفته بشه، یا حتی عاداتمون، بهمون بگن نمیشه دیگه چند روز تلویزیون نگاه کنی، دیگه نمیشه که مثلا فلان غذا رو بخوری برای چند وقت، یا نمیشه که مثلا حرفای این چینینی بزنی، یا اینکه نمیشه برای یه مدت نمیشه از موبایل و گوشیمون استفاده کنیم، یا اینترنت رو ازمون بگیرن، آیا واقعا دچار درد سر میشیم؟ خب اگه درد سر میشیم، دچار درد سر هستیم، این بته. بت‌پرستی چیزی هست که ما بهش عادت کردیم و با وابسته شدیم و نمیتونیم اون رو بذاریم کنار. ما میتونیم وابسته به عاداتمون باشیم، وابسته به احساساتمون باشیم، وابسته به فرهنگمون، تعصباتمون، افکارمون و اشیایی که اطرافمون هست، وسایلمون. ولی ما زمانی که از همه اینها آزاد بشیم، میتونیم بگیم که من از بت‌پرستی آزاد شدم. آیا شکایت میکنیم؟
تو زندگیمون، از این از اون، دیگران همه مشکل دارن، ایراد دارن و شکایت‌های ما آیا تمام شده؟ آیا دیگه شکایتی نداریم؟ آیا از نظر شک و تردید شک داریم یا ایمان داریم؟ واقعا مطمئنیم به کار خداوند؟ آیا خداوند رو بعضی وقتا میگیم که آخه این چه وضعیه تو زندگی من؟ اینو میگیم یا اینکه نه میگیم خدای شکر برای تمام چیزایی که دارم و ندارم، خدا رو شکر برای سلامتی که به من دادی و خدا رو شکر برای اگر که بیماری دارم؟ آیا این رو میگیم؟ و آیا با تمام وجودمون و با شادی میگیم یا اینکه نه جلوی خدا داریم نمایش بازی میکنیم؟ جلوی خداوند که نمیشه نمایش بازی کرد، اون از قلب ما خبر داره. شاید بتونیم جلوی مردم، جلوی دوستان نقش بازی کنیم، هی هللویا هللویا بکنیم و هی آمینمونو بکشیم، ولی خداوند از قلب ما خبر داره و اون هست که قراره زمانی که ما میرسیم به سرزمین شهد و شکر چقدر طول بکشه. پس جلوی خداوند مهم هست که چی کار میکنیم و هیچ وقت قرار نیست دوستان، همسایه، پاستور، هم ولایتی، خانواده یا کلیسای ما رو به سرزمین موعود برسونن. این خدا هست که ما رو قراره برسونه. پس جلوی اون ما نباید نمایش بازی کنیم و قلبمون رو صاف کنیم. و هیچ وقت آیا فکر کردیم که ما هم در زندگیمون مکانهایی و زمانهایی داریم که اسمش هست مسا و مریبا؟ آیا فکر کردیم که ما هم خداوند خدای خود رو امتحان میکنیم بارها و میگیم خدای اگه اینو به من نشون بدی من ایمانم قوی میشه، من تو رو جلال میدم، اگه این ویزای من درست بشه خدایا نمیدونی تو رو چه جلالی میدم، این کارو بکن برای من؟ آیا ما در زندگیمون مکانها و زمانهایی به نام مسا و مریبا داریم؟ و این هست که در زندگی خود میتونیم نگاه کنیم و ببینیم چرا زمانی که ما در این بیابان قرار گرفتیم و اینقدر به طول انجامیده، دلیلش رو میتونیم ببینیم. و کلام خدا این رو برای ما چقدر خوب باز کرده و میگه که فقط از این همه قومی که از مصر بیرون اومدن و 40 سال سرگردان بودن، فقط 2 نفر تونستن وارد این سرزمین بشن و حتی خود موسی هم نتونست وارد این سرزمین بشه به خاطر قوم نافرمان. و ببینید که خداوند چگونه با ما صحبت میکنه. خداوند همه چیز رو، حتی زمانی که ما در زمان سرگردانی هستیم، در بیابان هستیم، تمام این حالات رو داریم، باز هم ما رو نگه میداره، باز هم به ما کمک میکنه. با اینکه ما بارها بت پرستی میکنیم، شکایت میکنیم، به شک میکنیم، مساها و مریباها رو در زندگیمون ایجاد میکنیم، او باز هم با ما هست و اسم خودش رو برای همین گذاشته امانوئیل، یعنی او همیشه با ما هست. و این خداوند بود که به موسی گفت عصای خودت رو بزن به صخره و از اونجا آب برای این مردم جاری شد. آب معناش یعنی زندگی. در کلام خدا وقتی از آب صحبت میکنه یعنی زندگی، یعنی حیات. اونا با اینکه بارها با کارهای خودشون مردن، اونها رو خدا دوباره زنده کرد، باز هم آب حیاتش رو بر اونها جاری کرد و اونها خوردن. پس ما بیاد بیاریم که خداوند همیشه به ما حیات میده، در هر لحظه آبها و شریانهای زندگی ما رو جاری میکنه و به ما زندگی میده، حیات میده و ما رو جان میده، جانی تازه میده. با اینکه ما در نافرمانی، در بت‌پرستی، شکایت، شک، بی‌ایمانی هستیم. و دعا میکنم که همه ما از این زندگی که داریم بیدار بشیم، رشد روحانی بکنیم و شریانهای زندگی ما باز بشه. و از خداوند میخوام که عصای خودش رو بر صخره سفت زندگی ما بزنه و جریان آب زندگی حیات جاری باشه و همیشه بتونیم در ایمان با او تا ابد زندگی کنیم. پس عزیزان، همه شما عزیزان رو در اینجا به خداوند میسپرم
و براتون اوقاتی پر از روحانیت و حیات مجدد و ابدی آرزو میکنیم. خدا نگهدار. آمین و خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو رشدینا. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست.
طریق وبسایت برنامه rushdino.org و همچنین ایمیل برنامه rushdino@ymail.com در تماس باشید و در صفحه فیسبوک رشدینو ما را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید. بدانید که من هر روز تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20.